سلام، این ویدیو مقایسه 31 برند تولید کننده لامپ با هم دیگه است و این 31 برند رو با هم مقایسه کردیم، پارامترشون استخراج کردیم. میگم کردیم چون 10 نفر آدم به صورت مستقیم و غیر مستقیم درگیر ساخت این ویدیو بودن و تجهیزات چند صد میلیونیشون رو در اختیار من قرار دادن و دانششون رو و نحوه استفاده از اون دستگاه رو که جا داره ازشون تشکر بکنم. خودشون خواستن که بنا به دلایلی اسمشون گفته نشه که چه آزمایشگاه یا چه شرکتی بوده که این کارو کرده، ولی خب حداقل یه تشکر که میتونم ازتون بکنم. در نظر داشته باشید که بر اساس استانداردها شما باید از هر لامپ و هر تولید کننده ای در واقع 10 تا داشته باشید و اون 10 تا رو اعدادش رو استخراج بکنید که اگه احیانا یکیش خراب بوده یا شانسی این اتفاق افتاده و خرابه به دست من مثلا رسیده، ما یک متوسطی رو داشته باشیم که خیلی اعدادی که به دست میاد اشتباه نباشه. ولی توی این ویدیو من نمیتونستم 310 تا لامپ رو بخرم چون بودجه‌ام جواب نمیداده و با هر چی که داشتم براتون ساختم. امیدوارم که اوکی باشه و یک حداقل هایی رو در واقع برطرف بکنه. ممکنه برندهایی باشن که تو این ویدیو نباشن، یعنی شما تو ذهنتون باشه که اینجا نیست چون من نتونستم تهیهش بکنم یا یادم نبوده، عذرخواهی میکنم اگر که اینطوره. و در نظر داشته باشید که برای تست هر لامپ زمان حدود نیم ساعت گذاشته شده که اون لامپ به حد اکثر دمای خودش برسه و شار نوریش ثابت بشه. پارامترهایی که اندازه گیری شدن THD، شار نوریه، فلیکر، CCT، وات و این داستان ها. در ادامه بهتون میگم که هر کدومش چیه. یک کره خیلی بزرگ بود و ما این لامپا رو اون تو میبستم. چند تا سنسور داره که میبندید به اون کره و دستگاه های خیلی هیکل و بزرگی هستند که این اعداد رو برای شما استخراج میکنن و بهتون میدن. بریم ویدیوش رو ببینیم، در ادامه بهتون پارامترها رو توضیح میدم. خب خیلی سریع بریم سراغ جدول. تو ستون اولش که برندها رو میبینید، کارخونه‌هایی که تولید کردن اون لامپا چه شرکت‌هایی بودن و اسمشون رو براتون نوشتم. دو تا ستون بعدی بهتون نشون میده که واتی که مصرف کرده اون لامپ چند وات بوده. اول اون چیزی که ادعا کرده کارخونه، گفته من محصولی که تولید کردم مثلا 8 وات بوده یا 9 وات بوده و در واقعیت اون لامپ که ما تست کردیم چند وات توان مصرفیش بوده. این از توان مصرفی. دو تا ستون بعدی باز مربوط میشه به شار نوری، یعنی چند لومن نور تولید کرده اون لامپ. ستون اول باز چیزیه که سازنده ادعا کرده روی جدولی که روی جعبه محصول نوشته و ستون دوم هم عددیه که ما توی تست‌ها به دست آوردیم. بالطبع هرچه عدد لومن بالاتر باشه اون لامپ نور بیشتری رو داره تولید میکنه. مورد بعدی فلیکره. فلیکر یعنی چی؟ اصلا داستان فلیکر چیه؟ ببینید، لامپ ها ممکنه چشمک بزنن یا خاموش روشن بشن چند بار در ثانیه، مثلا 80 بار، 100 بار یا هر عددی، و این فلیکر یک سری تأثیرهایی داره روی چشم ما و بدترین اتفاقایی که برامون میفته اینه که یا
سردردهای میگرنی ممکنه بیاد سراغتون تو فلیکرهای بالا، لامپایی که فلیکر بالایی دارن، یا اینکه برای مطالعه اگه مطالعه میکنید چشماتون خیلی سریع خسته میشن و خب این چیزی نیست که شما بخواید. حالا این درس فلیکر بر اساس درصده و هرچه درصدش کمتر باشه خب بهتره. یه استاندارد هم یه چیزی به ما میگه که بر اساس فرکانس برق شهریه که متفاوته تو کشور مختلف. توی ایران که برق ما 230 ولته و 50 هرتز، فلیکر باید زیر 8 درصد باشه. یعنی زیر 8 درصد عدد قابل قبول و اوکیه و بیشتر از اون خب بلتب زیاد جالب نیست. مورد بعدی THDI یا Total Harmonic Distortion، اون آی آخرش هم نشون میده که THD ما شدت جریان رو داریم میگیریم. اینو بچه های برق و الکترونیک خیلی از من خواسته بودن توی دایرکت مسیج اینستاگرام، تو استوری هایی که قبلا کرده بودم و ازتون نظر خواسته بودم. من براتون در بودم THD مبحثش بسیار پیچیده و طولانیه، از حوصله این ویدیو خارجه. به صورت خیلی 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 ساده اگه بخوام بهتون توضیح بدم که قابل فهم باشه، در واقع مقدار نویزیه که اون مصرف کننده توی شبکه توزیع برق میفرسته و چیزی نیستش که زیاد جالب باشه. یعنی عددش هرچه بیشتر باشه بدتره و بر اساس درصد هم هست، هرچه عدد کمتر باشه بهتره. حالا اینجا توی جدول همطور که میبینید لامپایی که فلیکر 100% دارن از اون ور THDI کمتری دارن نسبت به بقیه لامپا. مورد بعدی CRI. CRI مخفف Color Rendering Indexه. میاد بهتون چی میگه CRI؟ CRI بهتون میگه که زیر نور اون لامپ رنگ اجسام که میبینید چقدر به حالت طبیعی نزدیک دارن. حالت طبیعی یعنی چی؟ یعنی زیر نور خورشید. زیر نور خورشید ملاک ماست برای CRI 100 و نور خورشید هم تو ساعات مختلف شبانه روز دمای رنگش تغییر میکنه. همونطور که میدونید مثلا دم غروب قرمز میشه یا طلایی میشه، کله ظهر سفید تره، یا بعد از غروب یا قبل از طلوع طیف رنگ آبیش بیشتره. و اجسام زیر نور خورشید توی ساعات مختلف باید ببینید که رنگشون چجوریه و ملاک اینه که این لامپه چقدر میتونه رنگی که در واقع با بازتاب نور اجسام تولید میکنه از خودش رنگشون طبیعی باشه و به نور خورشید نزدیک باشه. هرچه عدد به 100 نزدیک تر باشه بهتره. برای مصارف خونگی CRI بالای 80، یعنی بین 80 تا 90 توصیه میشه. کارهای خیلی خاص اگه بخواین انجام بدین، کارهای حرفه‌ای انجام میدید، مثلا ویدیوگرافرید، فیلم سینمایی میخواین تولید بکنید، CRIتون 95 تا 100 باشه خیلی عالیه. البته بین 90 تا 100 رو چشم این سادگی دیگه تشخیص نمیده. بین 80 تا 90 هم همونطور که بهتون گفتم برای روشنایی منزل عدد قابل قبولیه. مورد بعدی CCTه که مخفف Correlated Color Temperature که در واقع همون دمای رنگه که بر اساس کلوینه که نور چه مقدار سرده یا چه مقدار گرمه. ولی اینجا دو تا ستون رو داریم، یک دمای رنگی که کارخونه تولید کننده ادعا کرده و دمای رنگی که در واقع توی آزمایش ها ما به دست آوردیم، که خودتون دیگه ملاحظه بکنید چیزی که گفتن با عددی که واقعا بوده چقدر اختلاف داره. اختلافشون هرچی کمتر باشه نشون میده که اون کارخونه تولید کننده توی خط تولیدش چیپاش دقیق تر هستن به عددی که تست گرفته ازشون. ستون بعدی لومن به وات. یعنی چی؟ یعنی بر اساس هر وات توان مصرفی ما چند لومن نور رو دریافت کردیم از اون لامپ. هرچه عددش بیشتر باشه نشون میده که اون لامپ بازدهی بالاتری داره توی مصرف برق نسبت به شدت نوری که داره تولید میکنه. و الان هم پس هرچه عدد بالاتر باشه بهتره و سورت جدول هم بر اساس بیشترین لومن به واته. مورد بعدی گارانتی رو نشون میده که یه جاهایی نوشتم نامشخص، دلیلم بهتون میگم. بر اساس ماه هم هست که چند ماه گارانتی داشته اون لامپ. جعبه لامپای تعدادشون نوشته که مثلا 24 ماه گارانتی.
یه تعداد از لامپ ها هستن که نه، روش ننوشته چند ماه گارانتی داره، فقط نوشته تا تاریخ فلان گارانتی داره. اونا به نظر من مشخص نیست که کارخونه واقعا گفته که لامپ من مثلا چند ماه گارانتی داره، برای همین من نوشتم نامشخص. چند تاش هم که صفره، اونا مواردی هستن که نه تاریخ داشتن نه روی جعبه چیزی ذکر شده بود که در واقع اون لامپ چند ماه گارانتی داره. این بود تست ما از لامپا، امیدوارم که به درتون خورده باشه و بر اساس نیازتون گزینه که مد نظرتون رو انتخاب بکنید و بهترین لامپ رو خریداری بکنید. خوشحال میشم اگر که ایده‌ای تو ذهنتون برای مقایسه دارید که با بودجه منم جور در بیاد توی کامنت برام بنویسید. من سعی میکنم که براش ویدیو بسازم و مثل همیشه اوقات خوبی رو داشته باشید. فعلا.